راهکارهایی برای رهایی از بدهی‌های سبک و سنگین. رهایی از بدهکاری دشوار است، زیرا چاله‌های بدهی از اتفاقات ساده مانند نخواندن دخل و خرج یا شکست اقتصادی یا اتفاقات غیرمنتظره مانند بیماری و هزینه‌های آن و ده‌ها علت دیگر به وجود می‌آیند. ولی آنچه مطمئن هستیم، بدهی‌ها باید پرداخت شوند. ولی چگونه؟ با ما همراه باشید. ایست. توقف کنید. افراد بدهکار لحظه ای نمی‌ایستند و با خودشان فکر نمی‌کنند که تمام این کارهایی که در حال انجامش هستند فقط و فقط شرایط را بدتر می‌کند و بس. فکر نمی‌کنند که با این اعمال و رفتار در حال اضافه کردن به بدهکاری‌های خیش هستند، در حال انباشت کردن بدهی و قرض به مبالغ قبلی هستند. لطفاً اندکی تأمل کنید. از الان هیچ بدهی و قرض جدیدی ایجاد نکنید. شاید باید بگویم که اصلاً هیچ کاری نکنید، بلکه باید توقف کامل کنید. مسیر پیش روی خیش را بررسی کنید، درستی مقصد را تشخیص بدید، بعد به ادامه مسیر بپردازید. با واقعیت روبرو شوید. هنگامی که با چند نفر در خصوص بدهیتان صحبت می‌کنید، می‌بینید که بدهی داشتن چیز غیر عادی نیست و شما تنها شخصی نیستید که بدهکارید. این کار سبب می‌شود حس بهتری پیدا کنید. مخصوصاً به اعضای خانواده‌تان بگویید و برایشان توضیح دهید که می‌خواهید با کمک آنها از پس بدهی‌هایتان برگردید. داشته‌ها و دانسته‌های خودتان را معلوم کنید. باید طبق نقاط قوت و مهارت‌های موجود و در این حال با توجه به موقعیت‌ها و فرصت‌های بازار بهترین تصمیم را بگیرید. به هر حال هر انسانی توانایی‌ها و استعدادهای خاص خودش را دارد. همین توانایی‌ها باعث می‌شود که آدم‌های موفق طبق فرصت موجود در بازار به موفقیت دست پیدا کنند. هزینه‌هایتان را یادداشت کنید. بدانید حقوق ماهیانه‌تان صرف چه چیزهایی می‌شود. شما نخست باید مشکل را شناسایی کنید تا بتوانید راهکار و درمان مطلوب را برای آن بیابید. تهیه یک فهرست کمک زیادی به شما خواهد کرد. تلاش کنید فهرست را با صداقت تهیه کنید. بعد با دقت به فهرست نگاه کنید. آیا قسمت اعظم فهرست به خاروبار اختصاص یافته؟ آیا اغلب مواقع میزان زیادی حلهوله خریداری میکنید؟ خیلی از آژانس استفاده میکنید؟ آیا هر ماه شهریه کلاس ورزشی میپردازید؟ شاید بتوانید تغییرات اساسی در برخی هزینه ها به وجود بیاورید. اگرچه این فکر در شروع خوب به نظر نمیرسه، ولی به خاطر داشته باشید این امر در طولانی مدت به شما کمک میکنه تا سختی های مالیتون رو کاهش بدید. بیش از موجودیتون خرج نکنید. در صورتی که برای خرید چیزی پول کافی ندارید، بابت آن وام نگیرید. البته این بستگی به این مسئله داره که میخواید این وام رو صرف چه کاری بکنید. چنانچه میخواهید در شرکتتون سرمایه گذاری کنید یا خانهی بخرید، وام گرفتن اشکالی ندارد، چرا که سودی که در برابر کار به دست میآید به گرفتن آن وام میارزد. اما کار عاقلانه‌ای نیست که برای سفر رفتن یا خرید یک دست مبلمان وام بگیرید. حتی وام ماشین که طرفداران زیادی هم دارد ممکن است خطرناک باشد، چرا که خودرو بعد از خرید ارزش خیش را از دست می‌دهد و چنانچه نتوانید قسط خودرو را بپردازید و ناچار به فروشش شوید، زیان زیادی متحمل می‌شوید. دوستای عزیزم، ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. برای دیدن ویدیوهای مشابه حتما تو کانال ما سابسکرایب کنید. روزتون خوش.